معاونت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان میگوید که آمار تلفات حمله بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل رو به افزایش است. این سازمان گزارش کرده که در پی انفجار روز جمعه در مرکز آموزشی کاج 53 تن جان باخته و 110 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی هم در پی اعتراض‌های گسترده داخلی و خارجی هشتگ زیر نام نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید در حال گسترش است. همزمان با این شمار از مقام‌های ارشد امارت اسلامی برای غم شریکی با خانواده‌های قربانیان دیدار و با آنان کمک کردند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان با نشر اعلامیه میگوید که شمار قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل رو به افزایش است. این سازمان در گزارش گفته که در پی انفجار روز جمعه در مرکز آموزشی کاج 53 تن جان باخته و 110 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که پیش از این امارت اسلامی کشته شدن 25 تن و زخمی شدن 31 تن را در این رویداد تایید کرده بود. روند تحقیقات همکاران ما نشان می‌دهد که در حمله بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل 53 تن کشته و 110 تن دیگر زخم برداشتند که 46 تن جان باختگان دختران بودند و ممکن این رقم افزایش یابد. از سوی هم در پی اعتراض‌های گسترده داخلی و بیرونی برای توقف کشتار هزاره‌ها در افغانستان هشتگ در تویتر را اندازی شده که از مرز 1 میلیون گذشته و هنوز هم در حال افزایش است. حمله بر آموزشگاه کاج در غرب کابل در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، غزنی و بامیان و همچنان در برخی کشورهای جهان نیز واکنش برانگیز شده و افغان‌های مقیم در خارج هم با راه اندازی راهپیمایی خواهان توقف کشتار هزاره‌ها در افغانستان و ادامه آموزش دختران شدند. من یک هزاره هستم و به عنوان یک انسان حق زندگی و تحصیل دارم. خواسته ما از امارت اسلامی ای است که دولت باید امنیت همه ما را تامین کند و برای این کار لازم است که امنیت مراکز مذهبی، اجتماعی و آموزشی همه ما را تامین شود. در همین حال تصویرهایی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده نشان می‌دهند که در برخی از ولایت‌های کشور نیروهای امارت اسلامی با اعتراض کنندگان برخورد فیزیکی انجام داده و مانع برگزاری اعتراض آنان شدند. شدت ضرب و شتم و بازداشت دختران متعلم که حق خود می‌خواهند که در امنیت تحصیل کنند یک حق اسلامی است. این کار یک حکومت که میگه که من یک حکومت اسلامی هستم نیست. این یک نما و یک جلوه بسیار منفی میتر به جهان. آقای چی غواری لارون و کبی مخکل مخکل باید ملی پولیس پا جریان کی وقت و موضوع او دیزای پاره باید ملی پولیسو تا معلومات ورکلی. خو پراتا دی ملی پولیسو لخبری دو دوی نیش کولای شي لاریون وکوي. په هغه صورت کې ملي پولیس کولای شي چې د دوی د لاریون مخه ونیسي. همزمان با این شماری از مقام های ارشد امارت اسلامی برای غمشریکی با خانواده های قربانیان دیدار و به آنان کمک های نقدی فراهم کردند. آینده د پاره بو امنیتی ځواکونه چې انشاءالله تعالی د تاسو د ماشومان او د تاسو تعلیمي ځایونو پوره حفاظت کوي او ترڅنګ به ولاړ دي. هدف دشمنا ایست که کشور را بی ثبات جلوه بته، ناام جلوه بته و جدایی را بین مردم افغانستان به وجود بیاره. در صورتی که ما متحد باشیم، اتحاد ملی خود را قوی بسازیم، دشمن هیچ گونه میتونه به اهداف خود دست پیدا بکنه. با سپری شدن چند روز از رویداد خونین بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل، هنوز هم هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.